باز بچه شدن با هم قهر کردن. مامان با چشم گردون خونه بابا بزرگ، بابا هم توی عکاسیش بیدن که نهار بخوره تیتاب گاز میزنه. بذار ببینم. بابای خونه افتادیه، همه چی رو به راست. آبجی طلا ای از کجا هم؟ فهمیدم، حتما برای آبجی طلا باز خواستگار پیدا شده. مامان و بابا طبقه بالا پیش بابا بزرگ و مامان بزرگ جلسه گذاشتن. خدا کنه این آبجی مشکل پسند ما زودتر بله رو به یکی بگه. آخه این صاحبخونه اون آقای بهاری همش قول میدنه. چقدر رفت و اومد داشتی پای لای سخته اون سایده شد. به هر حال ببخشید خونه ما اینقدر ساکت خالیه. الان میرم میارمشون. باید بدونم پسر یکی دونشون براشون چی آورده. میگم نه نه نه. سلام مامان. تو که باز کیفتو انداختی سر راه؟ آخه چرا؟ سلام بابا. تو اینجا وسط را چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ دیدی که آقا جونت هم رضایت داد. طلا دختر منه، منم میگم نه. طلا دختر منم هست و من میگم بله. دلم بیست پسرتون رو سیاحت کنیم. برو کنار بچه. آخه مصور، دختر ما همش 1.60 متر قدشه. اون وقت تو میگی ما بدیمش به یک غول 2 متر و 10 سانتی؟ قد مهم نیست سیما خانم، مهم وزن اجتماعیه. وزن اجتماعی؟ آره سیما جان، بهاری میگه شخصیت اجتماعی طرف وزینه، سنگین و متین، چون هم خانواده داره. بیسته من بابا. من میگم اگه یه روز این دو نفر با هم بخوام برن بیرون، یکی انقدره یکی انقدر، مردم بهشون نمیخندن؟ نه چه نمیخندن، اگه بدونن حساب پسنداز اونا چند تا صفر داره حتی اشک حسرت هم میریزن. ها؟ آره آقا قوله از مالش چوبه. بهاری میگه دارایی من در مقایسه با ثروت اون پولی آدامسه. حالا تو بگو معلوم اگر برن بیرون فیلم لوره هاردی تماشا میکنن. خب راست میگی. تازه الان یادم اومد خاندایی جان قدش انقده اما خانومش انقدر قد داره، اما همه فامیل میدونن که اونا با هم خوشبختن. آفری، منتها اینجا برعکسه، جای فیل و فنجون عوض شده. باشه مصور، میگم تو که میگی وضعشون خوبه یعنی خونمون هم داره؟ چهار طبقه؟ نه. آره بهاری میگه 3 طبقهشو اجاره داده، 1 طبقهشم چشم راه زوج خوشبخته، آقاه و دختر ما. چه خوب. آشناهای بهاری همه تو کار مسکن و برج و زمین و خونه. چیه؟ چی شد؟ میگم یعنی میشه طلای ما بره تو خونه بخت غیر اجاره‌ای؟ من که این آرزو تو دلم موند. حالا چه وقت این حرف هاست؟ پس دیگه نه نمیگی ها؟ نه. تشریف بیارن، قدمشون رو چشم ما. سیما باید بگم وزنش یه خورده زیاده، اشکال که نداره، وزن خودش. یه خورده یعنی چقدر؟ 100 کیلو. 100 کیلو برای 2 متر و 10. نه وزن زیادی نیست، مثل بسکتبالیستاست دیگه. سیما 100 کیلو وزنش از طلا بیشتره. نه یعنی میشه 160 کیلو. من مخالفم مصور، من مخالفم.
صدا میره پایین. خب بره. بهاری میشنوه. ای خب بشنوه، من مخالفم. مخالف؟ قد و وزن خواستگار از پیست پسرشون مهمتره. حالا خوبه یکیه دونه. سیما جان بد، زشت، خیلی زشت. این همه خواستگار اومدن اینجا و رفتن، این اولین باری که بهاری یه نفر رو معرفی کرده. تازه یادت باشه که خاندایی جان 57 کیلو وزن داره، خانمش بالای 90، ولی چی؟ خوشبختن، خیلی خیلی هم خوشبختن. آره راست میگی. بسابر میگم ماشین چی؟ ماشین هم داره؟ ده تا. برو. بله بهاری میگه یکی برای رفتن به سر کارش تو کارخونه، یکی برای خرید، یکی برای مسافرت، یکی برای مهمونی رفتن. مرسدسشو تازه برای عروسی میخواد گل بزنه. مصور تو ماشین کرایه‌ای گل زده بودی، یادته؟ از یه جوون 23-4-5 ساله چه توقعی داشتی؟ ها؟ مگه این خواستگار چند سالشه؟ 17 سال. 17 سال؟ یعنی یه جوون 17 ساله این همه ثروت داره؟ نه بابا، 17 سال از طلا بزرگتره. چی؟ 17 سال؟ نه 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 نه، این دیگه اشکال داره مصور. همین الان بلند میشی زنگ میزنی به بهاری، بهش میگی که نیا. بله بفرمایی. سلام آقای بهاری، حالتون خوبه؟ بله بله هستن. فقط آقای بهاری من قبلش میخواستم خدمتون عرض کنم. بده نکن شیر. سلام بهاری جان، لطفا یه دقیقه. جان امید خرابش نکن سیما جان، من به زور آقا بزرگ و خانم بزرگ رو راضی کردم، گوشت با منه؟ بهاری جان ببخش معدن مودی، فقط یه لحظه. سیما تو دلشوره داری؟ چون خاندایی و زندایی جان نمیدونی چقدر اختلاف سن دارن. میدونم. 8 سال. خب تفریق سن اینا میشه 17 سال، 10 برابر که نیست. ها نگاه بکن منو جان مصفر. خیلی خوب. سلامی بلند بالا بر بهاری گل گلاب. ببخش معطل. بله چشم، میام خدمتتون حضورا صحبت میکنم الان. لا 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 لا. باید میوه و شیرینی بخریم سیما جان، الان که ظهره. خب بعد از نهار سنگین میشه جانم. باز خرید بیرون انداختی گردن من مصور. آخه من الان کار دارم سیما جان، باید برم در مورد خواستگار مذاکره کنم، اونم حضوری، وقتی دیگه نداریم، فقط 3-4 ساعت دیگه. سلام عزیزم. کجا؟ از دست تو، بازم خواستگار داری. ولی نداره. تا من بریدم بیرون یه خورده خرید بکنم و برگردم تا هم رو بالا آماده شد، یه دستی هم به سر روی خونه بکش مادر جون. مامان جان، من اگه نخونه ازدواج کنم کیا باید ببینم؟ خودتو لوس نخون، طرف از اون کله گنده هاست. بهاری معرفیش کرده، این چترم بده به من، زود برمیگردم. باشه مادر. ببین این چینی گل سرخی داره، نزای رومیزا زرف فلکسا رو پاک کن بذار رومیز، طرف هم مدرنه هم خیلی امروزی. برو خدافز. همین امروز
میشه دوستام ادعا کردم دیگه هیچ خواستگاری رو خونم را نمیدم. کیه؟ تلا جان ببین برو پیش مادر بزرگ اون گالشیا و کارچنگال نقره رو بگیر بیاد، نمیخوام فکر بکنن که ما تازه به دوران رسیدیم. چشم، کار دیگه ندارین؟ چرا چرا، ببین فقط به داداشتم نهار بده، براش نهار بده. باشه خدافظ. زحمت نکش خودم آوردم. حالا میخوای جواب دوستاتو چی بدی؟ تو برار خودم دارم دو صندوق مرزنگی، سرشون بردارم پوشم هری و رنگی، هرچه دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی، همه نه خرج تو کردم نم برام پید گمون. باری جان من دارم مثل آتیش میسوزم، تو داری مثل بلبل میخونی. خب راستشو بهشون بگو. اونا میگن ایبی نداره، چیزی که فراوونه خواستگار. باری جان من کلی تاکتیک و زور به کار بردم تا آقا بزرگ و خانم بزرگ و سیما قبول کردن، کلی خان دایی جانمو خرج کردم تا تونستم موافقتشونه در مورد آشنای محترم جنابالی بگیرم. اون وقت تو میگی این یارو تصمیمش عوض شده نمیاد خواستگاری؟ خب نمیاد. داخل چرا؟ خب یکی دیگر رو پسندیده. کیو؟ همون خانومه که دو هفته پیش رفته بود خواستگاریش. اون تفک ککمکی رو؟ تو چه گفتی اون خانومه 40 سالشه چاقه، از خوش اخلاقی مشهور به اره برقی، گفتی قمخشت از دیدنش حالش به هم خورده. خب حالا خوشش اومده چون دیده این خانومه دو تا ویلا تو شمال داره، 4-5 تا خونه اینجا داره. تازه مگه اصلا فامیل ما چه شکلیه؟ خودش راست میگفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز. حالا تو چرا تو فکری؟ اصلا فکر کردی تحفه‌ای بوده از قفس پریده؟ نه بابا، با هر آشغالی میخواد بپره بپره، من فقط نگران خودمم. خودت؟ بله، اگه به آقا بزرگ و خانم بزرگ و سیما بگم طرف منصرف شده و نمیاد، چاییه ما سرکوفتم میزنن که ما مخالف بودیم تقصیر تو بود. ما مخالف بودیم تقصیر تو بود. ما مخالف بودیم تا مادر عزیز تقصیر تو بود. تازه تو خانواده ما رسمه که خانواده دختر بکنن، اون وقت این یارو دیگونه این یکی من به خاطر جنابالی رفتم کلی مبل قسطی خریدم و گذاشتم تو خونه. اون وقت تو تلا اگه بفهمه دیگه نمیشه اسم خواستگار جلوش آورد. باری جان قربونت برم، نمیشه این آقاه بیاد و ما قبولش نکنیم. ها اون مشکلی نیست هستن، تو میخوای پیش زن تو پدر زن تو مادر زنت شرمنده نشی؟ ها من حلش میکنم. دی آخه چجوری؟ اون که داره قربون صدقه ککمک های طرف میره. حالا یه نفر رو برمیداریم میاریم به عنوان خواستگار، 10 دقیقه میشینه پا میشه میره. نه آره دی آخه چجوری؟ پیداش میشه؟ چه جوری؟ من پیداش میکنم. بابا تو چرا یا حمله میکنی یا ماچ میکنی؟ Yeah.
بریم. ها؟ بیا اینا رو بپوش. بگی بگی بپوشم. بله بپوششون. من میخوام بریم جنگ. وقتی میگم بپوش بپوش. دومتی 160 کیلویی بگردیم. ده من که نمیتونم برم از تیم بسکتبال برات خواستگار بخرم. ده به همین رضایت بده. آخه من در مورد ظاهرش به سیما جان گفتم. چونه میزنی؟ اونم درستش میکنم. آخه آشقالی برای ما افت داره. ده بذار بینیم همین اصلا دم به تله میده. دم به تله بده؟ اول باید سیبیلش رو دود بدی. کدوم دوم سیبیل؟ بابا بیا. خب گرفتمت آشغال دزد. پس گربه دزد محل تویی. نه آقا من اولین بارم اومدم تو این محل. سکت سکت. بندازمت پشت وانت شهرداری ببرنت. آقا من داشتم اینجا رو نگاه میکردم. به چه منظره تماشایی. در حقیقت داشتم آشغالا رو میگشتم. میگشتی که یه چیزی پیدا کنی برداری ببری بفروشی نه؟ نگاه کن. خب نه ترس هر چه زندگی تو در بیار. منم از این خرت و پرتا زیاد دارم تو انباریمه. همه رو میدم تو ببری. ولی خب یک کاری باید برا من بکنی. چیکار؟ قضیه حیثیتی جوون. بنا بوده که یه خواستگار بیاد برای ایشون. من؟ برای دختر ایشون. آها. خب نیومده. حالا تو باید بیایی. من قصد ازدواج ندارم. نه نه. حالا کی خواست به زن بده؟ ببین عزیزم قضیه خیلی برای ما حیثیتیه. تو نقش یک خواستگار رو بازی میکنی. میای بالا هرچون اونا گفتن تو میگی نه راتو میکشی میره. نه 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 شما نقشه کشیدین منو زن بدین. اما من تا این پروژمو تموم نکنم و دست به ازدواج نمیزنم. دست به ازدواج نمیزنم. حالا کسی نگفت ازدواج کنی. فقط بیا خواستگاری. این چیه دیگه؟ خب همیشه با همین خواستگاری شروع میشه زن گرفتن دیگه. ببین جوون تو میای بالا. خب یه چایی میخوری. هرچی اینا گفتن تو زیر بار نمیری. بقیهشو خودشون میدونن چیکار کنن. بله پرتت میکنیم بیرون. غصه نخور. حالیت شد؟ من گفته باشم اصلا شرایط ازدواج ندارم. به جون شما بین خودمون باشه من انقدر شرایطم بده که حتی پول ندارم برم گلوشیرینی بخرم. چه برسه برم به دختر مردم قول ازدواج بدم. ای بابا بفرما. دم غروبی میری یه جعبه شیرینی میگیری یه دست گل میگیری خوب. میای اینجا خب زنگ طبقه سوم رو هم میزنی. بله نگاه کن تو اومدی داد میای بالا ما بهت خوش آمد میگیم چایی برات میاریم پذیرایی ازت میکنیم. مادر عروس هرچی گفت تو میگی چی؟ میگی ندارم خدا حافظ. تموم شد. اگه مادر عروسم نگه من که قصد ازدواج ندارم. آفر خدا خیرت بده. پس ما 3-4 ساعت دیگه منتظرتیم. یه همومم برو. هموم؟ بله چشم چشم با اجازتون.